درباره حملات 11 سپتامبر در این 8 سال دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده. انگیزه وقوع این رویداد از عمده‌ترین پرسش‌هایی بود است که در پیوند با حملات 11 سپتامبر مطرح هستند و تا اکنون پاسخ نیافتند. اما آنچه که افغانستان از این رویداد اثر پذیرفت امان و فروپاشی رژیم طالبان و به میان آمدن حکومت تازه بود که در آن زمان بعید دانسته می‌شد. هرچند بدتر عراق بهانه شد برای کاهش توجه به افغانستان. چیزی را که افغان ها فریاد میکردن از پیش سر میبردن یازده سپتامبر به او مور تصدیق زد. اما مسئله عراق باز مسائل افغانستان هم دباد فراموشی گرفته که فعلا باز دوباره توجه اوباما شده. اگر امی توجهشان باشه با هم به حال مردم افغانستان خوب است، هم دوباره برای خود ایالات متحده امریکا. گذشت 8 سال می توانستان چرا که مبارزه با آسف‌گنی دانسته می شود با دستاوردهای بیشتری همراه سازد. اما در این مدت و به ویژه در سالهای اخیر فعالیت های طالبان و القاعده در افغانستان مشهود بودند و این کشور هر سال شاهد خشونت های بیشتری بوده است. در این میان روی کار آمدن اداره تازه در ایالات متحده آمریکا که توجه به پایگاه های آسف‌گنی را در خاک پاکستان در اولویت هایش دارد، باورمندی های را نسبت به پیشرفت ها در این نبرد به همراه داشته است. دشمنان ما کسانی هستند که حملات 11 سپتامبر را به راه انداختند. آنانی که به امریکا حمله کردند. آنانی که لندن را آماج قرار دادند. آنان تهدید در برابر ائتلاف کشورهای غربی، افغانستان و پاکستان هستند که برای برافروختن جنگ میان کشورهای منطقه دست به هر گونه اقدام خواهند زد. به همین علت ما در افغانستان حضور داریم. در حال حاضر بخشی از افغانستان در اشغال طالبان هستند و نبود نیروهای کافی برای حضور در این بخشا موردی است که مقامات افغان بارها آن را علت اساسی اقدام نکردن برای پس گرفتن این بخشا عنوان کردند. در حالی که 8 سال فرصت کافی بود تا نیروهای افغان خیلی بیشتر از آنچه که انتظار می‌رفت تواناتر شوند، پس مشکل در کجا بوده است؟ فکر نمی‌کنم که مبارزه با تروریسم یک چیز کوتاه‌مدت در افغانستان باشه. امروز شما می‌بینید که بعضی از کشورهای آسیایی هم چین ببینیم یک سلسله تشنجات داره، مثلا تاجیکستان به خطره، ازبکستان از طرف ببینید که یک سلسله گپاس تظاهراتی که در ایران در اواخر شد دیدین که باعث شکستن همون نظام دیکتاتوری از اینا بود و اینا هم باعث از این میشه که افغانستان باید دارای یک نظام امنیتی قوی باشه. حالا هم اگر یک تمرکز بسیار وسیع بالی نیروهای امنیتی افغان بشه، از لحاظ معاش، از لحاظ تعلیم تربیه، از لحاظ تاسیسات و از لحاظ تجهیزات، میتونین ما ظرف یک سال آینده تعداد خود به یک رقم بسیار بالایی برسانین که بخش اعظمی از مسئولیت قوای بین المللی رو به دوش بگیریم و ظرف 2 سال آینده اگر مطابق پلان ما همکاری کنن ما میتونیم تقریبا 90% وظایف جامعه جهانی رو برده بیاریم. 8 سال رویداد 11 سپتامبر با سپری شدن دومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان همراه شده است. هنوز برنده نهایی این انتخابات که باید در 5 سال آینده این کشور را اداره کند مشخص نشده است. اما پرسش اینجاست که در این 5 سال راهایی که پاسخگوی کاستی های صورت گرفته در 8 سال پس از رویداد 11 سپتامبر هستند جستجو خواهند شد؟